سلام و درود میگویم به هر یکی شما تماشابینان همیشگی برنامه های ما. اینک ما رسیدیم به نشر نوبتی برنامه کامنچو که آن را من نعمت سلیم‌زاده طول قریب نیم سال پیش برده استادم. البته نیم سال در نظر ساده می نماید، لیکن برای مؤلف خیلی کاری دور و دراز و پرشب و فراز است. زیرا در کوچه و خانه اگر کسی ما رو دیده باشد میگوید که این گرفتار ریلز های اینستاگرام و تیک تاک شده است. چون من در همه حالت و در همه جا متاسفانه سرم خم، هوشم با تلفن است تا یگان موضوع جالب یافته با شما قصه کنم. در آمد گپ میخواهم با شما بگویم که وابستگی با تلفن این درد سخت جامعه امروزه ما شده است. ببینید که از خواب خسته اول تلفن رو میبینیم، در سر دسترخوان، سفره جمع، کوچه، داخل نقلیات و خلاصه در همه جا ما چشممون با تلفن است که این کار بسیار خطا است. گفتگی بر این وای هفته در اینستاگرام بودم و اسمس اومد که مهلت ماهانه طرفه شما به انجام رسیده است. من هم دیگر بیکار موندم و بعد با اهل آیله همون رسو صحبت کردیم. راستی من نفهمیدم که پدر و مادر من اینقدر آدمان خوب بودند. در باره استفاده تلفن های موبیلی نصیب برنامه مکمل میکنیم، ولی حالا توجه شما رو به این عکس جلب میکنم. طوری میبینید اگر ما به تلفن به حاجت خانه رویم 5 دقیقه مینشینیم، ولی اگر با تلفن باشیم 15 دقیقه و اگر با تلفن اینترنت دار باشیم 55 دقیقه و اگر با تلفن اینترنت دار به حاجت خانه رویم که در آنجا جای زریعت موندن هست، پس باور کنید که از حاجت خانه دیگر بیرون نمیبریم. در این صورت مردمی که در نوبت ایستادن میدونه چه هم؟ بیاید ببینیم که آنها در نوبت چگونه میایستند. دوستان، این تنها مقدمه برنامه ما بود و بیاید اکنون قسمت اساسی برنامه مون را شروع میکنیم. اگر دیده باشد ما در برنامه گذشتهمون در باره بعضی از رفتارهای نادرست مسافران در داخل نقلیات جمعیتی گفته گذاشتیم و همانجا وعده کردیم که در برنامه های آینده توصیه ها در باره انتخاب عطرها در موسم تابستان را برایتان پیشنهاد میکنیم. اکنون که فرصتش رسید و امروز به طور مختصر گفته میگذاریم و بعدا دیگر خبرهای شو بیزنس و شبکه های اجتماعی را منظور شما میگردانیم. انتخاب خوشبویی برای تابستان کار مسئولیتناک است، زیرا در گرما هر گونه عطر بوی خوش نمیدهد. استفاده هر گونه عطر میتواند به تاثیرات آدمان بیرون ضرر رساند. برای آن که دیگران و خودتان ناراحت نشوید، در تابستان شما باید از بوی وزنین، سپیردار و از حد زیاد شیرین دست کشید. انتخاب خوب برای تابستان عطرهای با بوی سبک و سیتروسی می باشند. بهترین نوع آن عطرهای دارای بوی افلیسون، ماندارین، یاسمن، صدبرگ، بنفش و غیره خواهند بود. این گونه عطرها در تابستان مناسبند. اگر از این گونه عطرها استفاده کنید، پس من کفالت می دهم که اطرافیان چون سایه از قفای شما. دوره دانشجویی دخترها از قفای من هم بسیار میدویدند، ولی آیسا آیسا کم شدند چون من تلفن دوزی رو بس کردم. در فصل تابستان عطرها را به بدن مالیدن لازم است تا از بوی خوش لذت بریم. دست ها، منطقه های پس گوش ها، اورنج ها، گردن، زیر زانو ها مکان های پوشیدن عطر می باشند. پوست باید تازه و کمی نمناک باشد. حتی عطرهای قوی ترین هم می توانند در دوام روز فرسوده شوند. از این رو عاقلانه است که ورسیه خرد بوی دوست داشته خود را در جزدان های خود با خود بگردانید. حزب الله مگامدوف، بلاگر شناخته داغستانی که با تخلص حزب معروف است، با تاجیکستان آمده است. السلامو علیکم به همه نوشته است او در اینستاگرام. گفته می شود که حزب با مقصد استراحت و سیر و گشت و تماشای دیار زیبا منظر ما آمده است. فکر میکنم شما نیز او را می شناسید، زیرا تصمیم محاربه او با بلاگر و آوازخوان تاجیک عبدالرزاق به حزب معروفیت بیشتر داد. تا ماه نوامبر سال 2022 ویدیو نشست مطبوعاتی
این دو را در صفحه تمایف بیش از 17 میلیون مرتبه تماشا کردند. پلاس این بلاگر در میان کاربران فعال اینترنتی مخصوصا سگمنت تاجیکی شبکه اجتماعی زیاد محبوبیت دارد. دوستان من در بالا آید به وابستگی به شبکه‌های اجتماعی گفتم، ولی باز میدونید که من احساس میکنم فعالیت ایجادی سرایندگان نیز به همین شبکه‌ها وابسته شده است، زیرا سرایندگان حالا آنچه را حرکت میکنند بخوانند که در شبکه‌های اجتماعی به اصطلاح خیز شده است یا ترند گردد. مثلا چند پیش رپسرو بران سروده را با نام لاکوستا با شبیه موسیقی هایی که با آنها در اینترنت ریلز های زیاد است سراید، اما نمیدونم از چی باشد که سرودی او به اصطلاح چندان خیت نشد. یا سرودی زلیخا محمدشاه و با نام بومبوم را ببینید که چطور ترند گردید. و همینطور چند روز پیش در روز زادروز خود هواسکاری سرود و موسیقی و چهره شناخته شبکه های اجتماعی فرخ حسنوف سروده را با نام لیلی سراید که آهنگ آن با سرودی کماندو موکل تخت مانند است. همسایه های هنرمند گلبهار خان غفار و شکایت کردند که هرچند فصل تابستان است، اما برای آنها گویا تیره ماه آمده باشد، زیرا پیوسته در زیر آب و باران هستند. مثلا همسایه دست راستشان میگوید که در روی حولی با چتر یا زانتیک به کارهای خانه مشغول میشود. همسایه دیگر باشد ماشین ندارد، ولی با ویلی که خود آینه زده است تا وقتی به کار رفتن یا به کوچه برآمدن راهش را ببیند. این حادثه ها ما را وادار کردند که به خانه گلبهار خان برویم و ما هم رفتیم و معلوم گشت که سبب بارشات زیاد در حدود خانه آنها این آبازی گلبهار خان غفار و در حولی خود با پیوندان می باشد. ما حتی آنها را عکس برداری کردیم. بیاید یک مرتبه عکس ها را می بینیم. آیا می دانید که دونالد ترامپ 45مین پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در سابقه تریلر فریت کلوب سال 2021 چون شارع فعالیت برد؟ سابق پرزیدنت آمریکا رقابت میان دو ورزشکار را شارحی نمود و رقابت همگی 2 دقیقه ادامه یافت. برای همین 2 دقیقه هم در آخر ترامپ حق کارش را گرفت و این هم برابر به اندازه کاری مشهورترین شارحان دنیا بود. انیخترش 2.5 میلیون دلار. و من در چند توی دیگر راویگی کنم که اینقدر پول را به دست میارم. به نظرم نبی جان پیرمتف پرودیوسر و هنرمند جوان که فیلم عروسی زمانوی را کارگردانی کرده بود لذت فیلم های طرف خدا را خوب چشیده است، چون بعدا در باره داماد زمانوی فیلم کرد و حالا باشد تصمیم دارد در باره خسور من فیلم بنوار بگیرد. سلسله فیلم نوی او در ژانر مسکه بوده، قسم نخستین آن علکی ثبت شده است. باید گفت که قریب در تمام فیلم هایی که نبی جان کارگردانی کرده است او هم سناریو نویس، پرودیوسر و هم قهرمان اساسی می باشد. در این فیلم هم قهرمان اساسی شاهروخ، یعنی باز نبی جان پیرمتوف بوده. مشکلات اساسی موضوع فیلم این نارسایی پول است و کل سوژه فیلم درباره راه به دست آوردن مبلغ می باشد. قریب همه زنها همین گونند که اگر یگان دوگانهشان را در راه ببینند ساعتها از موضوع به موضوع در آمده صحبت میکنند. عجیب آن که باز بعد خیر خوش کردن میگویند که یگان روز خانه بیا، بعد به حضور نشسته صحبت میکنیم. حالا که تلفن بر آمده است دیگر تمام. باز اگر مردها پرسند که تلفنت چرا اینقدر بند است، آنها میگویند که دوگانه بیچارم درد دل کرد و نتوانستم تلفن را در رویش خاموش کنم. زنهای محترم این بهانه اکنون کهنه شد، زیرا ما راه حل این مشکل را یافتیم. انیخترش راه رهایی از صحبت دور و دراز با دوگانه تان یافت شد. چی خیل؟ بیاید یک مرتبه این نوا را میبینیم و بعدا به طور وسیع استفاده میکنیم. Was hat er dann gesagt? Oh, ich muss auflegen. Es hat geklingelt, ja? Ich melde mich gleich nochmal. Ja, ciao. Ha.
ولی اجازه برای دیدار با مخلصانش به دوشنبه آمد و روز 24 ایول کنسرت خود را دایر نمود. این بار دویم است که ولی مهمان تاجیکستان می شود. قبلا او سال 2010 همراه با سراینده ایران تبار بنیامین برای انجام دادن یک برنامه هنری به کشور ما آمده بود و آن زمان ضمن صحبت راجع به کشور ما گفته بود که قبلا در باره تاجیکستان از دوستانش شنیده بود و نهایت او را به تاجیکستان دعوت کردند. باید گفت که ولی همکنون در آلمان زندگی میکند و با بعضی از سرایندگان ما مثل صدرالدین نجم‌الدین همکاری زیش دارد. همچنین ولی سال 2014 دو سرود شادروان بهرام غفوری را سرایده بود، از جمله سرود دختر همسایه را بازخوانی کرد که هوادار زیاده را پیدا کرد. ولی در این میان بحث بدون حقوق مؤلف سرایدن سرودها رسانه‌ای شده بود. رایان گوسلینگ با چیمین از BTS دارایی از همه ارزنده خود گیتارای کن را از فیلم نوی باربی تحفه نمود. در یک نوار رایان میگوید که من پای بردم که لباس شما در نماهنگ اجازت برای رقص با لباس کنی من در فیلم باربی مانند است. من امیدوارم که شما این گیتارای کن را همچون تحفه خاکسارانه من قبول میکنید و در دست شما خیلی بهتر خواهد بود. همین طرف دوستان ما رسیدیم به آخر نشر 24 برنامه کمینچو که من نعمت سلیمزاده آن را برای شما گفته گذاشتم. برنامه های ما را شما می توانید در یوتیوب و شکل کوتاه آنها را در اینستاگرام و فیسبوک پیدا کنید. اگر در زیر نوارهای ما کمنت و لایک می گذارید پس خوش به حال ما و رحمت برای این کارتان به شما. تا برنامه های دیگر خیر.